دوستان گرامی در این سمینار یک مبحث جامعه شناسی را به عنوان جامعه پذیری افراد و اجتماعی شدن انسان باز میشکافیم و نشان میدهیم که در ساختارهای مهم اجتماعی در ایران افراد چگونه در روند جامعه پذیری خود اقتدارگرا و استبداد پرور میشن می دانیم که جوامع بشری همواره دارای دو فراساختار یعنی سازمان حکومت و سازمان دین و سه ساختار عمده یعنی ساختار خانواده، نهاد آموزش و پرورش و نهاد شغل و پیشه می باشند. فراساختارها ساختارهای بزرگی هستند که در همه طول زندگانی انسان و در تمام شعون اون همراه با بشر می باشند و در طول زندگانی او را همراهی می ولی ساختارهای عمده اجتماعی ببخشید ساختارهایی هستند که هر کدام در ای و برهی از زندگانی انسان همراه او هستند و انسان اونها رو ترک میکنه و به یک ساختار عمده اجتماعی میپیوند این ساختارهای عمده بزرگترینشان نهاد خانواده سپس نهاد آموزش و پرورش و پس از آن نهاد کار و پیشه است اکنون ما این سه ساختار عمده را باز میشکافیم و در ایران وضع اونها رو بررسی میکنیم ساختار خانواده در ایران تا چند دهه قبل کاملا دست نخورده و سنتی و مرد سالار بود کشور ما در یک دوران تحول و گذار درونزا از سنت به مدرنیته به سر میبره و در حال یک تحول بنیادین دامنه این تحول وسیع خواه و ناخواه ساختارش خانواده را هم شامل شده تا آنجایی که اطلاعات ما اجازه میده شکل خانواده در ایران باستان یک خانواده گسترده یا خانوار بود خانواده گسترده بر اساس نسبت های سببی و نسبی شکل میگیره در خانواده گسترده همه در زیر چتر یک رئیس خانواده به سر میبرند خانواده چرخه اقتصادیش با کشاورزی شبانی و دامپروری میگذره و دارای یک اقتصاد درونزا و خودکفاست یعنی خانواده خود هم تولید کننده محصولات و هم مصرف کننده اون و یک چرخه بسته اقتصادی رو برای امرار معاش خودش اداره میکنه در این نوع خانواده سنتی است و اساس خانواده را یک اقتدار از بالا به پایین تحت ریاست پدر خانواده و اقتصاد اون رو یک اقتصاد بسته حفظ میکنه در ایران باستان کشاورزی و دامپروری شکل قالب فرم قالب تولید بوده و بنابراین تا آنجایی که اطلاعات ما اجازه میده خانواده گسترده خانواده معمول و خانواده مرسوم در ایران باستان بود هنوز هم پس از گذشت قرنها حدودا 6 درصد از خانواده های ایرانی خانواده گستردن هنوز در دهات دور افتاده در ایلات قرا و قصبات غصاب، و حتی شهرهای کوچک نمونه های از این خانواده های گسترده البته نه به شکل کاملا سنتی و خالص خودش بلکه در یک شکل نسبتا تغییری آفتش به چشم می خودند. در خانواده گسترده معمولا پسران خانواده رو ترک نمی کنند. و پس از پدر ریاست خانواده را به عهده دارند ولی دختران پس از ازدواج به خانواده جدیدی که همسر اونها جز اونهاست میپیوندند و به این ترتیب روابط خیشاوندی گسترده شکل میگیره که پس از گسترش زیاد خودش تبارها خاندانها و ایلها رو تشکیل میده و روابط خیشاوندی بزرگی رو و گسترده ای رو به وجود میاد در یک خانواده گسترده تربیت فرهنگی مذهبی و اجتماعی افراد در درون خانواده اغلب و تا سنین بالا صورت میگیره بنابراین خانواده گسترده نه فقط به لحاظ اقتصادی بلکه به لحاظ تربیتی به لحاظ اجتماعی و به لحاظ فرهنگی نیز خودکفا و درونگراست و یک واحد بسته است به این ترتیب روابط خیشاوندی هم که به وجود میاره بسیار بسته است و جامعه ای رو که به وجود میاره جامعه بسته است در حالی که در جوامع صنعتی خانواده متشکل از پدر و مادر و چند فرزند در چنین جامعه مدرن معمولاً پدر و مادر با انتخاب آزاد همدیگر را انتخاب کردند و به ازدواج همدیگر در و دارای چند فرزند شدند اقتدار در چنین خانواده ای افقی است در این خانواده اقتدار پدر و مادر تقریبا در یک سطح هر دوی اونها کار میکنند و معاش خانواده رو معمولا با گرفتن حقوق یا با, با کار کردن برای دیگران یا با کار کردن برای خود و تأمین درآمد اداره میکنند معمولا کودکان به تحصیل میپردازند و در دوران تحصیل از حمایت مالی خانواده برخوردارند و در درون خانواده تربیت نه به شکل اطاعت مطلق از پدر یا مادر بلکه به شکل مشارکت همفکری و دادن انگیزه برای استقلال و عمل مستقل و فکر مستقل و یاد گرفتن اداره زندگانی فردی از طرف کودکان است روابط اقتدارگرا به خصوص در دهه های اخیر در خانواده های مدرن حذف شده و جای اون رو به مشارکت و همفکری و همکاری داد روند جامعه پذیری کودکان تا سنین کودکی کم و بیش در انحصار پدر و مادر است ولی با رفتن اونها به مدارس همکاری خانه و مدرسه شروع میشه و کودکان از جامعه از وسایل ارتباط جمعی از کارهای گروهی در مدرسه و همکاری خانه و مدرسه روند اجتماعی شدن خودشون رو پیش میبرند البته واضح است که این یک الگوی ایدئال برای خانواده است که نام اون خانواده هسته است و این خانواده جوامع مدرن رو که متشکل از یک پدر و مادر و چند فرزندند خانواده هسته ای می نامند. به خصوص از دههای هفتاد به بعد اون که رفتار اقتدارگرایانه در خانواده نامیده میشد مورد نکوهش قرار گرفت و رفتار غیر اقتدارگرایانه در خانواده ها روش معمول والدین و پدر و مادر در اجتماعی کردن فرزندان و در تربیت اونها شد در چنین خانواده هایی سعی بر این است که فرزندان استقلال خودشون رو بیاموزند بازیابند یابند در بلا فاصله پس از سنین تحصیل و بعضی موقعات تا زودتر از اون دختر و پسر خانواده زندگی مستقلی میکنند و سعی میکنند که بر روی پای خودشون بیستند و به این ترتیب اساس یک جامعه فردگرا که استقلال افراد و توانایی اونها برای اداره خودشون هست شکل میگیره برخلاف خانواده های گسترده که در اونها تا سنین بالا بچه ها در درون منزلند زندگانی اونها اتکایی و اتکالی است و همیشه در زیر سایه پدر و مادر به سر میبرند و استقلال رو نمی آموزند و فقط موقعی به استقلال می رسند که پدر و مادر از دنیا رفته و ناچارن در فضای جدید می آموزند که چگونه خود زندگی کنند و فرزندان خودشون رو هم مانند خودشون تربیت می کنند و اونها هم متکی به پدر و مادر و غیر مستقلند و بنابراین فرمان فرمانروایی پدر و مادر و پس از اونها فرزند ارشد خانواده و به همین ترتیب در درون چنین خانواده ها امری طبیعی است و مانع شکوفایی شخصیت فزندان خانواده میشه حال بپردازیم به نماد خانواده در ایران معاصر و مقارن خودمون شهرها در دوران پیش از قاجار و تا اواخر دوران قاجار محل سکونت خانواده های حکومت کرد روحانیون بازاریان پیشوران و صنعتگران و خوانین بود اغلب خانواده های اعیان و مالدار و پولدار دارای چند همسر بودند خانه محل وسیعی بود که در آن تعداد کثیری از فرزندان گماشتگان و مستخدمین با هم زندگی میکردند در رأس چنین خانواده‌ای پدر خانواده حکومت بیچون و چرای خودش رو داشت به خصوص زنان و دختران هیچ اراده مستقل و هیچ حقوق مستقلی در مقابل پدر خانواده و اغلب در مقابل فرزند ارشد خانواده هم نداشتند در قیاب پدر پسر ارشد و گاهی هم همسر اول پدر خانواده قائم مقام او بود و این واحد بزرگ را اداره میکرد شهرها در جامعه سنتی ایران مولد نبودند و از روستاها زندگی میکردند بنابراین خانواده گسترده شهری هم مدلی از خانواده گسترده روستایی ولی با شکل تغییر یافته خودش در شهر شده بود و فرق چندانی با خانواده روستایی جز معمولا چند همسری و از و طول وسیعتر و اقتصاد قویتر اون نداشت خب آشنایی با تمدن غرب رفته رفته در تغییر فرم خانواده هم اثر خودش رو گذاشت به خصوص پس از اصلاحات ارزی در دوره شاه و تغییر فرم کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن سهم تولید روستاها در تولید ملی رو به کاهش گذاشت به علت عدم موفقیت اصلاحات ارزی و کوچ از روستاها به شهرها برای یافتن کار و آزمودن شانس برای زندگی بهتر شروع شد خانواده گسترده روستایی از هم پاچید روستاها به هاشیه شهرها آمدند روستاییان و در هاشیه شهرها مجبور شدند خانواده گسترده خودشون رو تجزیه کنند و به خانواده شهری مدرن تبدیل کنند زیرا در خود شهرها هم به تدریج پس از آشنایی با تمدن خرد زندگانی روستایی به فرم روستایی در خانواده گسترده و خانوار کلان به خانواده هسته‌ای ظاهرا مدرن تبدیل شده بود درآمد شهرها در دوران گذشته از طریق روستا تعمین میشد و شهرها مولد نبودند اما در دوران مدرن شهرها به تولید پرداخته بودند و سهم شهرها در دوران صنعتی شدن ایران در تولید ملی رو به افزایش گذاشته, شد. گذاشته بود با وجود اینکه اقتصاد تک محصولی نفت مجالی برای اینکه شهرها در تولید ملی سهم بزرگی رو داشته باشن نمیگذاشت ولی به طور کلی اقتصاد خانواده در زندگانی شهری با کار برای دیگری یا کار مستقل و تولید درآمد شکل می گرفت و اقتصاد خانواده متکی به فعالیت های خودکفای کشاورزی و دامپروری و یا خان بودن و مالک بودن مانند گذشته نبود اقتضای چنین نوعی از زندگانی اقتصادی اتمیزه شدن خانواده و تبدیل شدن اون به خانواده کوچک مدرن هسته است که متشکل از پدر و مادر و چند فرزند در حقیقت در دوران معاصر بیش از 90 درصد جامعه ایران از شکل خانواده گسترده به شکل خانواده هستهی تغییر یافته ولی این تغییر الگوی خانواده انقدر که در ظاهر اون به چشم میخوره به عمق خانواده رسوخ پیدا نکرده اکنون در اثر تاثیر زندگانی صنعتی و هم جواری فرهنگی فرهنگی غرب درون خانواده های ما در این دوران گذار درونزا از سنت به مدرنیته خود در حال یک گذار است نه این است و نه آن در درون خانواده های ما نه اقتدار عمودی پدر حکومت میکنه و نه روابط کاملا افقی و دموکراتیک شد خانواده های هسته ای ما در یک بحران هویت عمیق به سر میبرند و در حقیقت خود را میخواهند تعریف کنند در درون این خانواده ها یک کشمکش دائمی از بالا تا پایین خانواده بین پدر و مادر فرزندان با هم فرزندان با پدر و مادر برای تعیین موقعیت تثبیت حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی اونها به چشم میخورد و این نزا و کشمکش بیپایان بی پایان بنابراین با وجود اینکه ما فرم خانواده هسته ای را اغلب و بیشتر از 90 درصد ایران پذیرفتیم ولی روابط درون این خانواده ها در بسیاری از موارد هنوز اقتدارگرایانه و در بیشتر موارد مختل و ناشی از اجبار و بدون وجود آزادی های کافی برای اعضای خانواده است به خصوص که حکومت هم شکل خانواده سنتی رو تشویق میکنه و به نوعی هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ اقتدار اجتماعی سعی میکنه که خانواده سنتی رو حفظ کنه و باز تولید بکنه اکنون در خانواده شبه س... مدرن ما تکوین شخصیت کودکان و برای رسیدن به شکل بل... به سن بلوغ از لحاظ تأثیر و از لحاظ دوره تکوین شخصیت مراحل مهم خودش رو میگذرونه و در چنین فضای کشمکش تعریف نشده ای و چنین حالت مخشوش و به جانه معلوم است که تکوین چنین شخصیتی نیست یک شخصیت ثابت و محکم با ارزش های تعریف شده نخواهد بود. و چیزی جز اختشاش فکری ابهام در ارزش ها گم کردن جهت جهت فکری و سازکار اجتماعی برای کودکان و نوبافگان ما به ارمغان نمیاره به هر صورت ما جامعی در حال گذاریم و هنوز آثار اقتدار سنتی در شکل نهادینه خودش در خانواده های ما به چشم میخواد خب حال به ساختار عمده دوم برای روند جامعه پذیری یعنی نهاد آموزش می پرد. آموزش در ایران پس از اسلام تا قبل از تأسیس مدارس جدید به عهده مکتب خانه ها بود مردم ابتدا وارد کودکانشون رو به مکتب خانه ها می و پس از اینکه دوره مکتب خانه تمام شد اگر کسی میخواست تحصیل رو ادامه بده به مدارس دینی میده در مکتب خانه ها در کنار آموزش مقداری از ادبیات و تاریخ و ریاضیات ملای مکتب وظیفه پرورش کودکان و نوباوگان را هم با تنبیه بدنی و خشونت بر عهده داشت در حقیقت روند اجتماعی شدن در همه جوامع با تنبیه و تشویق هم باید در جوامع بسته سهم تنبیه به قدر زیاد است که جایی برای تشویق نمیزد و اساس تربیت را بیشتر تنبیه میدوند در مکتب خانه ها هم عمدتا این تنبیه بود که کودکان را میازد و آنها را افرادی متی منفعل و ناپرسشگر به بار به طوری که وقتی آنها برای ادامه تحصیل وارد مدارس دینی میشدند که محیط آموزشی در آنجا بسیار بازتر و روابط با استاد بسیار دوستانه بود خود آموخته بودند که استاد را در مقام نیم خدایی ببینند او را بسیار والا و قدسی تلقی بکنند در مقابل او رفتاری خاضعانه داشته باشند و ناپرسشگر باشند و در حقیقت ذهنی منفعل و مبتنی بر حفظیات داشته باشند این رفتار خشن که از خانه شروع شده بود و خشونت خانگی را مدیر مکتب خانه با چوب معلم تکمیل کرده بود در حقیقت انسانهایی را بار می آورد که برای ورود به اجتماعی که اینها نرم های اونها بودند و جامعه فقط این نوع افراد را افراد به هنجار می دانست آماده می کرد. شما می دانید که در اثر اجتماعی شدن جامعه افراد رو نرمال می و کسانی که این نرم ها یا هنجار ها را نپذیرند در جامعه افراد آنورمال تلقی میشن نرم یا هنجار جامعه اقتدارگرا خشونت و تسلیم در مقابل اون و رفتار اقتدارگرایانه و از بالا به پایین مکتب میآموخت که بزرگان را باید تکریم کرد در مقابل اونها نباید نشست نباید بلند خندید نباید سوال کرد بدون اجازه اونها نباید حرف زد دست اونها رو باید بوسید وقتی آنها به مجلسی وارد میشند، اونها رو در سطح مجلس نشان وقتی خارج میشن ابتدا باید اونها خارج بشن موقع غذا خوردن اونها باید شروع کنند و کودک در مقابل اونها موجودی است که هر کار او جسارت و بی ادبی در حقیقت اهالی چنین اجتماعی کودکانی در مقابل پیران و بزرگان و برگزیدگان قوم و حکومتند که آموختند بی ادب نباشند پرسش نکنند اعتراض نکنند و در مقابل بزرگترها و حکومت خودشون تسلیم و مطیع و منقاد باشند اگر ما خانقاه ها رو هم بخشی از نظام آموزشی ایران بدانیم رابطه در خانقاه ها به مراتب بدتر بود گفتیم که تعریف مرید اون بود که مانند ای در دست قطب یا مراد خودش باشه در خانقاه ها هم رابطه مرید و مرادی و رابطه بین قطب و صوفی پاکنهاد تازه آماده آمدهی بود که خود را در اختیار او گذاشته بود و بندگی و خواست خاکساری در مقابل قطب آنچه بود که به او آموخته بودند نتیجه این فرایند اجتماع پذیری در حقیقت به بار آمدن کسانی بود که در اون جامعه عادی و به هنجار تلقی می یعنی قبول کرده بودند که در مقابل قدرت باید تسلیم باشند هر نوع اظهار وجود یک جسارت و بیادوی تلقی میشد و نظام آموزشی در مکتب خانه ها و در خانقاه ها و در رابطه تعظیم و تکریم اساتید اونها این واقعیت رو به اونها آموخته بود و وقتی اونها وارد اجتماع میشدن یا وارد فعالیت شغلی کاری و یا مقامات حکومتی میشدن آموخته بودن که خودشون رو در مقابل قدرت چگونه تنظیم کنند و چگونه در مقابل قدرت خاکسار باشند ناگفته نماند اون که در مورد نهاد آموزش گفتیم با ورود مدارس جدید دچار تحول کیفی شد دیگر ما مکتب خانه ها و تنبیه بدنی به اون شکل نداشتیم اما کیست که نداند که هنوز روش عمده در مدارس ما تنبیه بدنی و خشونت کلامی است و هر روز به عمق این فاجعه اضافه میشه. روش در مدارس نوین هم با وجود اینکه قالب نوینی یافتند، همچنان حفظیات هف است. حفظیات یعنی قبول یک طرفه اون که استاد تعلیم میده بدون اینکه در مقابل اون پرسشگری داشته باشید، بدون اینکه ذهن انتقادی داشته باشید و بدون مشارکت در امر تعلیم. در روش مدرن تعلیم و تربیت شاگردان در امر آموزش مشارکت دارند هم فکری می خلاقانه فکر می کنن، فکر خودشون رو به کار می هم کار گروهی یاد می گیرن، و هم ابتکارات انفرادیشون تقویت پیدا می کنه و همچنین و از همه مهمتر رابطه مساوی و همسط را با استاد و دیگران می آموزند و می آموزند که چگونه می توان با کسی که به اونها علم را می آموزد رابطه انسانی دوستانه و در یک مستوا داشت چیزی که در نظام آموزشی ما مفقوده و نظام آموزشی ما در حقیقت ادامه دهنده خشونت کلامی و بدنی خانواده برای این است که از این کارخانه استبداد افراد مستبدی ظهور پیدا با ورود به بازار کار در حقیقت معمولاً حرف آموز در اختیار یک مربی یا استاد قرار می ده. مربی و استاد نقش همان مدیر مکتب خانه رو داره تنبیه بدنی روش غالب اوست و در تنبیه بدنی برای آموختن پیشه و حرفه در حقیقت یک امری به شدت رایج با وجود انبوه هنرستان ها و مدارس فنی هنوز در ایران به خصوص در سنتی صنعتی اده زیادی از نوبافگان که به علت کمبود امکانات مالی مجبورند زود جذب بازار کار بشن در اختیار کسانی قرار میگیرند که برای آموختن حرف و کار و کار گرفتن از اونها و استثمار اونها اونها رو زچکش میکنن و مورد تنبیه بدنی قرار میدن خب از چنین نظامی چه انتظار دارید؟ جامعه پذیری در این ساختارهای عمده تبدیل انسانهای معصوم و بیگناهی است که می توانستند روابط دموکراتیک و افقی را فرا بگیرند و ما با چنین جامعه پذیری از اونها انسانهایی را به بار آوردیم که یاد گرفتند که در مقابل قدرت تا قدرت ندارند کرنش کنند اگر قدرت کافی داشتند چورش کنند و البته یاد نمیگیرند که در کنار اینها یک تمرین انسانی تر و متمدنان تری هست که سازش با دیگران و یافتن ارزش های مشترک و ارزش های دموکراتیک چنین افرادی البته جامعه ای را که نتیجه اون همین نیست که میبینیم آیا توقع دارید از چنین روش جامعه پذیری و اجتماعی شدن انسان در جامعه ما انسان دموکرات انسان مداراگر و انسان‌های به بیاد که ارزش های دیگران را بپذیرند پرخاشگر نباشند در مقابل حکومت استقلال شخصی داشته باشند بتوانند خودشون رو اداره کنند یا همین انسانهایی که هر کدوم به قطب و مرید و مرادی احتیاج دارند اگر بتوانند مراد میشوند و اگر نتوانند مریدی میورزند و خاکسار حکومت هستند و تا موقعی که کاد با استخونشون برسه و شورش کنند قدرتشون رو با هم متحد کنند، و حکومتی رو بپاچونند و دوباره چون در یک چنین نظامی اجتماعی شدن یک حکومت مستبد دیگری بدتر از اولی بسازند و بر مقدرات خودشون حاکم کنند آیا چیز دیگری میتوان انتظار داشت؟ در بخش دیگر بخش دوم این بحث اجتماعی یعنی گسل اجتماعی و اثرات اون رو در اقتدار گرایی شرح خواهیم داد لطفاً جلسه بعدی رو هم با من باشید و در این بحث اجتماعی مهم شرکت کنید متشکرم